سومین روز شهریور ماه برابر با 25 اوت سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی افتتاح ورزشگاه امجدیه سابق شهید شیرودی امروزی در تهران. ورزشگاه امجدیه یک ورزشگاه دو میدانی در تهران است که تا پیش از سال 1388 خورشیدی از ورزشگاه‌های معروف فوتبال در ایران به شمار می‌آمد که در مجموعه ورزشی به همین نام واقع شده. ورزشگاه امجدیه 10 سال پیش از آن که فدراسیون فوتبال ایران تأسیس شود در باغ اهدایی امجدالسلطنه برپا شد. این ورزشگاه محل بسیاری از رویدادهای تاریخی و به یادماندنی فوتبال ایران بوده است. نخستین راهیابی فوتبال ایران به بازی‌های المپیک توکیو با پیروزی بر هندوستان، نخستین قهرمانی جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر تیم اسرائیل و نخستین قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم. از اواخر سال 1309 رضا شاه روابط نزدیکی را با آلمان پایگذاری کرد تا بتواند تهدیدات انگلستان و روسیه را خنسا کند. رضا شاه صدها آلمانی را دعوت کرد تا به عنوان مستشار و متخصص در سازمان‌های دولتی و به ویژه در ارتش خدمت کنند. در سال 1320 شمسی و در بحبوحه جنگ جهانی دوم، هنگامی که رضا شاه تقاضای شوروی و انگلستان را برای اخراج آلمانی‌ها از ایران رد کرد، این دولت‌ها با هماهنگی کامل تصمیم گرفتند سرزمین ایران را اشغال کنند. سرانجام سفیران انگلیس و شوروی به طور جداگانه یادداشت‌هایی تسلیم دولت ایران نمودند که در این یادداشت اعلام شده بود چون دولت ایران در مقابل متفقین و درخواست‌های آنان مبنی بر عدم همکاری با مستشاران آلمانی و به خدمت گرفتن جاسوسان آن کشور سیاست مبهمی در پیش گرفته و در اخراج عمال آلمانی اقدامی نکرده است، ارتش‌های شوروی و انگلیس وارد ایران شده و مشغول پیشروی هستند. شوروی شمال و انگلیس جنوب ایران را متصرف شد. مرز این دو بخش خطی فرضی بود که از میان تهران می‌گذشت و خود تهران هم در اشغال هر دو طرف بود. رضا شاه در ابتدا تصمیم به مقاومت گرفت، اما چون ایران از نظر امکانات و تجهیزات توان مقابله با دو ابرقدرت جهان را نداشت، پس به ناچار استعفا داد و از کشور خارج شد. ورود نیروهای متفقین به ایران در حالی صورت گرفت که دولت ایران پیش از آن نسبت به جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود. با این حال اشغالگران روسی و انگلیسی بدون توجه به این امر قسمت‌های وسیعی از خاک کشور را اشغال نمودند و مصائب بیشماری برای مردم به وجود آوردند. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی آغاز نخستین دوره مذاکرات صلح بین ایران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد. با خاموش شدن صدای توپ و تفنگ در جبهه‌ها و پایان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، مبارزه در صحنه سیاسی و دیپلماتیک با هدف اجرای کامل قطعنامه 598 آغاز گردید.